خب ممنونم از شما. من سوال اولو بپرسم خدمت شما. یک سوال، از نظر شما قوم فارس کیا هستن؟ تمام اونهایی که به زبان فارسی صحبت میکنن، یعنی زبان مادریشون فارسی، از نظر من اتنیک فارس هستن. یعنی منظور شما خراسان، کرمان، استان فارس، مولا شیراز، سمنان، اصفهان، تمام اینا رو قوم فارس در نظر میگیرید؟ حالا چون زبانشون چون زبونشون فارسیه. اصلا اساسا زبان چگونه به وجود میاد؟ زبان کردی چجوری به وجود اومده؟ زبان کردی هزاران هزار سال قبل توسط اجسامی که دو تا پا داره، یه مغز و زبان و اینا داره، کلماتی پشت سر هم اومدن بر اساس قرارداد یک زبان شکل میگیره، توافق. حالا مثلا ما به ذات نمیدونیم که مثلا چرا میگیم چراغ. قدیمی ها گفتن، توافق کردن به این چیز میگن چراغ. آیا این واقعا چراغ یا چراغ نیست که نمیدونیم، که این توافقه. اون افرادی که با این زبان صحبت میکنن و زبان مادریشون هست، یعنی نسل به نسل انتقال پیدا کرده، عضو این مقوله، عضو این اما ببخشید، تا اونجا که من میدونم زبان ارتباطی به قومیت نداره. ما خیلی جا هستش، به عنوان مثال میگم، اسلام باعث شد که خیلی از کشورها زبانشون از زبان ملیشون، زبان مادریشون در بیاد، تبدیل بشن به زبان عربی. بعد از گذشت قرنها الان دیگه فقط داره عربی حرف میزنه، اما قومیتشون چیز دیگه است. نه، اولا بحث اسلام با ایران یکم جداست. من فکر نه، من به هر حال اسلامو که میگم، بحث اینه که اعراب با زبان عربی نفوذ پیدا کردن به ایران. نه، الان من فکر میکنم زبان شما فارسیه، ما داریم فارسی صحبت میکنیم با هم، زبان ما کردیه، زبان دیگری بلوچیه، اسلام هم اومده زبان ما رو عوض نکرده. نه، زبان شما رو عوض نکرده، من منظورم تو کشورهای دیگه و قومهای دیگری بوده که زبان عربی تأثیر گذاشته، اما همچنان زبان عربی، اما قومیت چیز دیگه. بله بله، در مثلا رابطه با مصر و در رابطه با لیبی و به حساب شمال آفریقا صدق میکنه، ولی در رابطه با ایران صدق نمیکنه. زبان فارسی وجود داره، اسلام زبان فارسی رو که از بین نبرده، که زبان فارسی وجود داره، پس فارس هنوز وجود داره دیگه. اگه مثل لیبی، مثل مصر، یا مثلا در سوریه هم مثلا همچین قومیت هایی وجود دارن، اگه نموندن، زبانشون عوض شده، بله این صفر میکنه، ولی این در مورد زبان فارسی که صفر نمیکنه، که زبان فارسی وجود داره، فارس هم پس وجود دارن دیگه. ممنونم از شما. سوال بعدی رو من بپرسم. اول از همه دموکراسی رو تعریف کنید اگر امکانش هست. دو تا تعریف دادم از دموکراسی، یکی مال ابراهام لینکلن، یکی مال جان کینه. حکومت مردم بر مردم، توسط مردم برای مردم، که ابراهام لینکلن اینو میگه. تعریف دوم جان کین اینو میگه، خودمختاری برابرها، این یعنی دموکراسی. بعد نظر شما نسبت به رأی اکثریت بر اقلیت چی هستش در دموکراسی؟ این ورژن قرن گذشته دموکراسی است. در دموکراسی مدرن اکثریت اقلیت وجود نداره. دموکراسی توافقی و مشارکتی در یک کشور متکثر. یا اینجوری بگم ببخشید، در بعضی موارد میشه اکثریت اقلیت رو مبنا قرار دادن. مثلا میخوایم واحد پولی ایران رو از ریال به دلار تغییر بدیم، در سطح سراسری به حساب رای گیری میکنیم، هر کدوم رای اکثریت رو آورد، ریال بمونه یا دلار بشه، اینو میشه اکثریت. ولی در رابطه ما مسائل فرهنگی، اجتماعی، اتنیکی که رد به این مسائل داره، نه، اکثریت اقلیت در یک کشور متکثر ابدا به هیچ عنوان دموکراتیک نیست. این میشه دیکتاتوری اکثریت. پس شما در خیلی از موارد به رأی اکثریت نسبت به اقلیت اعتقاد ندارید اولا و به رفراندوم؟ نه، اصلا در خیلی از موارد رأی گیری نباید بشه، چه برسه بهش معتقد باشم. اصلا نیازی نیست رأی گیری بشه. مثلا حق آموزش به زبان مادری، هیچ دلیلی نداره در ایران رأی گیری بشه. هیچ دلیل نداره یه ترک بیاد در مورد اینکه یه بلوچ حق داره به زبان مادریش بخونه یا نخونه رأی بده. به یه ترک چه ربطی داره؟ همچنان که به یه فارس هم ربط نداره که یه کرد میخواد به زبان مادریش. یه سری چیزا حقوق هستن، پایه‌ای هستن، یعنی بنیادینن، به رأی فرد دیگری ربط نداره. ما در رابطه با اداره ایران میتونیم با هم دیگه شورا مشورت بکنیم و در برخی مواقع رأی گیری بکنیم. در رابطه با حقوق بنیادی خودمون که نمیایم به رأی دیگری متوسل بشیم.
بله گفتین. خب البته خب اینم فکرم جمهوری هم همین دیگه، یه سری چیزا تو قانون اساسی هست، یه حقوق بشری هست که هیچ کسی حق نداره رأی بده، ولی به غیر از اون چیزا بقیه چیزا بر اساس رأی اکثریت خواهد بود. ولی توی این چیزایی که حقوق بشر هست که مثلا هیچ کس حق نداره مثلا کشور سر آمریکا بیاد رأی بده که آزادی بیانو قطع کنن، یعنی که بردهداری رو برگردونن، یعنی این چیزی که رو اجازه ندارن اصلا رأی بگیرن. خب ولی حق آموزش به زبان مادری، درسته که بعضی از کشورهای سکولار دموکرات دنیا مثلا نه برای همه زبان، برای چند تا زبان خاص مثلا، ولی خیلی کشورها هم دارن که ندارن اینو. مثلا تو آمریکا زبان انگلیسیه، حتی تو کشورهایی هم که مثلا دارن دو تا سه تا ماکسیمم چند تا دارن بابک. من فکر کنم مثلا تو ایران اگه هم چیزی رو بخوایم چه زبونایی میخوایم حق آموزش به کرد، عرب، ترک، دیگه چی؟ گیلکی هستش، گیلکی، مازندرانی هستش، عملا مثالی که شما همیشه استفاده میکنید تالشی هستش. بله، مثالی که شما همیشه استفاده میکنی برای ایران مناسب نیست. مثال مناسب برای ایران سوئیس، بلژیک، آفریقای جنوبی، کانادا، هند و اینا هستن. خب کانادا هم دوتا داره جان؟ کانادا مثلا دوتا داره، آخه دوتا زبان هم داره، دوتا زبان هم بیشتر. خب یه سوال هم اینجا آفرین برای منم پیش میاد، خوب داره میگه. من الان توی مثلا بگیم فدرالیسم ما توی ایران داریم، شما دارین اون قسمت کرد رو جدا میکنیم، یک جایی مثلا به عنوان مثلا گیلان، شرق گیلان یک زبان و یک قومیت داره، مرکز گیلان یک قومیت و یک زبان دیگه، و غرب گیلان هم به همین صورت. یعنی همون یه تیکه خاک هم باید به سه تا خود مختاری مختلف تقسیم بشه عملا. ببینید اون سه زبان مختلف دارن و باید سه زبان مختلف آموزش زبان مادری به حساب انجام بشه اونجا. دقیقاً دموکراسی تمام اینا رو حل میکنه، دموکراسی تمام اینا رو حل کرده. اگر 100,000 نفر تالشی باشن که حالا بیشتر هم هستن، اونا حق دارن به زبان مادریشون آموزش ببینن، اما به این معنا نیست. ببینید یکی از اشتباهاتی که مرکزگرایان دوچارش میشن، به محض اینکه زبان مادری یا حق آموزش به زبان مادری مطرح میشه، فوری اینو مصادف با حذف فارسی تعریف میکنن. ابدا اینجوری نیست. وقتی که میگیم حق آموزش به زبان مادری، به معنای حذف زبان فارسی در سراسر ایران نیست، به معنای هیچ کسی رو نگفت. شما دو نفر نه. نه خب ما رو جواب بدین. ما شما ببینید این خیلی مشکل خواهد بود. ببینید شما خیلی فکر میکنن کسایی که مشکل دارن با حق آموزش به زبان مادری، بعضی یه جوری رفتار میکنن انگار شما حق آموزش دادن زبان مادری رو دارن از مردم میگیرن. خب حق آموزش دادن به زبان مادری و حق آموزش دادن زبان مادری دو تا چیز جداست. خب ولی شما یه چیزی رو میخواین که باعث میشه که ممکن خیلی ها که مثلا با شما مخالف نظر دارن اینه که تمام این کشور دیگه نمیتونه با هم ارتباط برقرار کنه. شما اگه مثلا 10 تا شما فرض کنید مثلا شما فرض کنید که مثلا یه بچه، خب ببینید من الان خیلی سعی کردم یه زبونی جدید یاد بگیرم، مثلا نمیتونم. خب یعنی اگه بعد از یه سن کمی شما یه زبونی رو یاد نگیرین، دیگه بعد از اون خیلی سخت میتونین یاد بگیرین. شما اگه بچهای کوچیک تو ایران اگه جاهای مختلف سفر کنیم به 6-7 زبون نه اینکه زبون مادریشون یاد بگیرن و به زبون مادری خودشون درس بگیرن، خب این مثلا کسی که مثلا این اصلا شاید خیلی به ظلم بشه. مثلا کسی که تو بلوچستان هستن خیلی ممکن بود که از لحاظ اقتصادی امنیت بیشتری داشته باشن اگه بتونن تمام کشور بیان کار بگیرن. شما اگه فرض کنیم مثلا کشورهایی که از لحاظ اقتصادی تو ایران وضعش کمتره، اگه شما به مثلا کلاس اول دبستان و کودکستان و اینا فقط به زبان مادری یاد بگیرن و خب از زبان فارسی عقب میافتن، و اینکه بیان اقتصاد بقیه بتونن برن جاهای دیگه ایران کار بکنن، به راحتی نمیتونن بیان به اقتصاد بقیه ایران رو برگردونن. اتفاقا کسایی که مثلا از استان فقیر میاد یه جا مثلا توی جاهای دیگه، مثلا یا تو خوزستان که فرض کنیم توی حکومت آینده ایران خوزستان بعضش خیلی بهتره به اینکه نفت و اینا داره، خب یه نفر از بلوچستان بیاد خوزستان بتونه کار بکنه، میتونه اقتصاد خوزستان رو کار بکنه، هم نفع خوزستان باشه هم حقوقی که میگیره رو برگردونه بلوچستان. این باعث میشه که اقتصاد کشور خوب پخش شه همه جا. ولی شما اگه اینا رو جدا جدا بکنین، این باعث میشه که این مردم اصلا نتونن با هم ارتباط کاری داشته باشن. خب این مشکل مردم همینه.
به عنوان مثال خود من اصلا به عنوان مثال بخوام بیام تو کردستان کار کنم، یه تخصصی دارم، به چه زبانی بعد باید بیام کار کنم اونجا؟ دارم عرض میکنم شما مشکل اینه که همه حساب مکانیزم دموکراتی که حل مسئله زبان رو دقت نمیفرمایید، شما به نگرانیتون متوسل میشید، در صورتی که این نگرانی محلی از اعراب نداره، راهکار وجود داره. عرض کردم وقتی که از آموزش به زبان مادری صحبت میکنیم، به معنای حذف زبان فارسی نیست در سراسر ایران، ولی شما باز برمیگردید کسی اینو نمیگه. شما خب شما باید قبول کنین که ایه شما دارین دقیقاً در توضیحتون اینو میگین، شما میفرمایین که الان آقا باباک هم گفت که اگر مثلا من اومدم بخوام برم در کردستان کار بکنم چاره چیه؟ نه خب شما ببینید منظور ما رو متوجه نمیشین. ما نمیام میگیم که کسی مثلا تو کردستان کسی میاد زبان فارسی رو به طور از عمد بیاد حذف کنه، بگه نه فارسی حذف میشه تو کردستان. کسی هم چیزی نمیگه. نه ولی به طور نتیجهش این خواهد بود، به طور شما نتیجهش نخواهد بود. اجازه بدین عرض بکنم. شما اگه بچهای توی کردستان، شما کجایی هستین آقا آرمی؟ شما کجایی هستین؟ من شمرون. ایران. ایشون از قوم فارس هستن. نه کدوم شهر؟ حالا فارس. خب باشه. شما فارس هستن. فارس. شما فارس زبان یا مثلا فرض کنیم آقا بابا که گیلک زبان، با میشن میان سنندج کار میکنن. ها؟ مشکل اینه که شما چگونه باید این کارتون رو و این ارتباطتون رو با مردم حل بکنید. در ایران وقتی که میگیم آموزش به زبان مادری، یعنی این فرد کودک که میره مدرسه به زبان مادریش آموزش میبینه، اما در کنار زبان مادریش زبان فارسی رو هم آموزش میبینه. یعنی چرا برعکس نه؟ چرا برعکس نه؟ چون من کردم، من فارس نیستم. خب اما شما قراره متوجه هستم تو دانشگاه رو بچه کار میخواییم بکنیم، بعد اگر خواستی به این داخل این بچه عقب میافته از بقیه. اجازه بدین. نه اجازه بدین. نه اجازه بدین. شما دقیقا دارین خلاف علم در این رابطه صحبت میکنید. دقیقا تمام پژوهشگران و محققین مرتبط با مقوله زبان مادری خلاف نظر شما رو ثابت کردن که زبان مادری به رشد شخصیت و حتی هوش تحصیلی ربط داره و تأثیر میذاره. کسی که به زبان مادریش تحصیل میکنه هم به لحاظ شخصیتی نرمالتر رشد پیدا میکنه و هم هوش تحصیلیش بیشتر خواهد شد. خب اینو محققین میگن، من و شما نمیگیم. مشکل شما مشکل ارتباطه که ما این مسئله ارتباط و همکاری و همفهمی رو در سطح ایران و کار و دانشگاه اینا رو چجوری حل بکنیم. مشکل شما که شما خب اولا من عرض کردم که آقای نوابی شما با منشور حقوق بشر و میثاق اینش اوکی هستین؟ شما اعلامیه جهانی حقوق زبانی رو قبول دارین؟ اگر من هیچ وقت هیچ چیزی رو به طور کلی نمیام بگم اینو هر چی توش هست قبول میکنم. من باید خب. یکی یکی بیام نگاه کنم. بسیار. الان یکی یکی الان پس من عرض میکنم. شمایی که فقط مجید. اگر امکانش هست کوتاه که ما بریم سراغ سوالای بعدی هم بریم. کودکی که در سنندج، در کرمانشاه، در ایلام باید این به زبان مادریش تحصیل بکنه، در کنار زبان مادریش زبان فارسی رو هم به عنوان زبان اداری ارتباطی یاد میگیره. وقتی که این فرد، حالا انگلیسی هم که تا دیپلم خواهد بود، وقتی که این فرد دیپلم میگیره اتوماتیک سه زبانه خواهد شد. پس اگر آقا بابک از گیلان بخواد بیاد ایلام، یا نخیر آقا شاهو از ایلام بخواد بره مثلا گیلان، چون اینا زبان ارتباطی همدیگر رو دارن و میفهمن، پس در رابطه با کار و ارتباط و اینا هیچ مشکلی نخواهد بود. اگه آقا بابک فارسی بدونه میاد در ایلام کار میکنه، زبان فارسی رو صحبت میکنه، بقیه هم فارسی صحبت میکنن. اگر آدم دموکراتی باشن که هستن، به فرهنگ این مردم احترام میذاره و سعی میکنه زبان کردی اونجا رو هم یاد بگیره. این همچنان که الان اگر در آلمان یا در سوئد یا در آمریکا هم هست، البته این یکم قیاس مع الفارقه، ولی در لحاظ احترام فرهنگی صدق میکنه، میاد زبان کردی اونجا رو هم یاد میگیره. یک پزشک هم باید این کارو بکنه، یک چه میدونم قاضی هم باید این کارو بکنه، چون این مردم باید بتونن بیان پیش پزشکی به نام بابک
با زبان مادری خودشون درد خودشون رو بگن. برای یک پیرزن یا یک پیرمرد سخته که بیاد به فارسی صحبت بکنه، یا برای یک در یک دادگاهی برای یک متهم پیری یا یک بی سوادی یا کم سوادی سخته این به زبان غیر مادری بیاد از خودش دفاع بکنه. پس اون قاضی، اون دکتر، اون مهندس موظف زبان اونجا رو یا یاد بگیره یا نه مترجم میذارن. مثلا به فرض مثال اگر آقای بابک قاضی هستن و اومدن در سننده، اون دادگاه باید پول اون مترجم رو بده، اون فرد، اون شاکی یا اون متهم باید بتونه با زبان مادریش راحت صحبت بکنه. پس در رابطه با زبان ارتباطی که ارتباط و فهم همدیگر رو مهیا میکنه مشکلی نیست، این در چارچوب به حساب نظام آموزشی خواهد بود و آقا بابک میتونه راحت به هر کجای ایران سفر بکنه، اونجا کار بکنه، همه اونجا مثل الان زبان فارسی رو میفهمن. ممنونم از شما. من میرم سوال بعدی. عرض کنم که سامان پرسیده آقای آهنگری آیا شما به ایران یک پارچه فارغ از نوع حکومت معتقد هستید یا خواهان جدایی بخشایی از ایران هستید؟ نه دیگه، من اول گفتم من چون صحبه بخشید میپرسم، شاید بعضی رو پاسخم داده باشید، اما سوال رو بخوام ردیف بخونم بیان پایانشون دادم. اگه جواب دادین تکراری نگیم که بریم سال بعد. اگه جواب دادین تکراری نگیم. تأمین حقوق ملی کردها در چارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال، این جواب منه.